تازه های خبر از آریانا امشب با نسرین جوینی. خواست رئیس جمهور کرزی از عالمان دین برای کمک جدی به بازگشایی مکاتب و حفظ جان جامعه معارف کشور. تأکید رئیس جمهور کرزی بر پیشرفت تلاش های صلح و ادامه گفتگوها با مخالفان مسلح. و آغاز تلاش های تازه از سوی ریاست زراعت غزنی برای توسعه و تقویت کشت زعفران در این ولایت. به نام خدا و با عرض سلام، امروز جمعه 29 سنبله سال 1392 خورشیدی برابر است با 20 سپتامبر سال 2013 میلادی. با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمد. مشروع خبرها. عالمان دین باید نگذارند تا اطفال و نوجوانان افغان قربانی اهداف شوم طالبان و حامیانشان شوند. رئیس جمهور کرزی در بیانیه رادیوی این هفته از عالمان دین خواسته است تا برای باز کردن مکاتب با طالبان صحبت نمایند. آقای کرزی در این بیانیه یک بار دیگر طالبان را به پشتیبانی از روند آموزش و پرورش در کشور تشویق کرده است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد. آموختن علم از فرایضی است که هر مسلمان باید آن را ادا نماید، اما در افغانستان برای ادا کردن این فرض ممانعت هایی وجود دارد. تهدید مخالفان مصالح دولت و ناامنی از جمله چالش هایی هستند که فراراه آموزش در کشور قرار گرفتند. رئیس جمهور کرزی بار دیگر به مخالفان آموزش در کشور صدا بلند کرده و از آنان می خواهد تا از مخالفت با آموزش دست بکشند. رئیس جمهور افغانستان مخالفت با آموزش را مخالفت با دین و دشمنی با کشور می داند. زیوزلبیا پر طالبان رو رخ کم جده و تند بچان رو لطالیم سر لدشمنی لاس وخلی پر دی دشمنی کی ده دین او دنیا دوارو خساره ده تاس هم ده دی وطن بچان است حق طالبان چه افغانان دی حقوی ده خطاب کم ستاس هم ده دی وطن بچان است آوائنده مو بیل آخر پا هم دی خواره کده نخبر اولاد او ده وطن اولاد تعلیم تا واحد سوی کوشش رو سر بکری ندا چی ده تعلیم های بند کری. رئیس جمهور کرزی در این مورد از عالمان دین نیز خواستار همکاری است. آقای کرزی از عالمان دین می خواهد تا با نفوذی که در مناطقشان دارند برای باز کردن مکاتب با طالبان وارد صحبت شوند. کرزی از تمام عالمان دین می خواهد تا نگذارند آینده ی اطفال و نوجوانان کشور قربانی اهداف شوم طالبان و حامیانشان شوند. زحمدار از دی سیمو لدینی علما و خوبی مشرانو او سپینجرو دا غوارم طالبانو سره خبری وکلی او پوه کلی چې د وطن د بچان د تعلیم سره مخالفت ورکلی او پرې نژدي چې زموږ د بچانو آینده د هغو طالبانو او د دوی د حامیانو د شومو اهدافو قربانی سي. این نخستین بار نیست که رئیس جمهور کرزی مخالفان مصالح کشورش را به پشتیبانی از روند آموزش در کشور تشویق می کند. پیش از این نیز آقای کرزی بارها از طالبان خواسته است تا از مخالفت با معارف کشور دست بکشند. این در حال است که به نسبت تهدیدهای امنیتی در برخی مناطق کشور هر روز هم برخی مکاتب بستند و شمار زیادی از اطفال واجد شرایط مکتب از آموختن علم محرومند. از دومین سال روز کشته شدن استاد برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان یاد بود شد. رئیس جمهور کرزی این سخنرانی در این مراسم استاد ربانی را یکی از شخصیت‌های صلح دوست خوانده و بر پیشرفت روند صلح در کشور تاکید کرد. در این مراسم استاد سیاف از رهبران جهادی بار دیگر بالای کسانی که انتحاری را جایز می‌دانند حمله کرد و این عمل را مردود شمرد. باز هم نصرت پارسا گزارش می‌دهد. در اینجا رئیس جمهور کرزی اعضای کابینه، شماره از اعضای شورای ملی، برخی چهره های سیاسی و رهبران جهادی و صدها تن از هواداران استاد ربانی از دومین سال روز کشته شدن استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان یاد بود می کنند. رئیس جمهور کرزی استاد ربانی را از شخصیت های صلح خواه افغانستان می داند. آقای کرزی تاکید می کند که افغانستان روند صلح را دنبال خواهد کرد. درمی تالار جرگه استاد گرامی با مجلس خطاب میکرد، گفتند که بر صلح افغانستان
از عزت و زندگی خود تیر استم. ثابت هم کردن، شهید شدن. با همسایه ما رابط نیک میخواستن. ترورهای زنجیره‌ای چهره های برجسته جهاد به ویژه ترور استاد ربانی از مواردی اند که تا هنوز عاملان آن گرفتار نشدند. صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی یک بار دیگر از دولت میخواهد تا پرونده های قتل های زنجیره‌ای را پیگیری کند. ما در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی و بین المللی تاکید بر این داشتیم که باید نهادهای مسئول پرونده ترورهای زنجیره‌ای را به ویژه پرونده ترور رهبر جهاد و مقاومت را پیگیری کند. اما معلوم می شود که این نهادها یا توان این کار را ندارند و یا اراده سیاسی برای دنبال کردن آن وجود ندارد. برهان الدین ربانی دو سال پیش توسط فردی که ظاهراً به عنوان پیام آور صلح طالبان وارد منزل استاد ربانی شده بود کشته شد. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی این رویداد را از نگاه شریعت نکوهش کرده و به عاملین آن این گونه حمله می کند. امیر خبیثی که انتحار کرد و استاد را شهید ساخت فکر می کند که به جنت رفته. ما سرنوشت ازیره با اساس قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 1400 سال پیش گفته، 1400 سال پیش بریتان میگه میگپ من نیست. کسی که سر یک نفر اطمینان کرد و این جانب مقابل از اطمینانش سوی استفاده کرد، بازو را به قتل رساند، روز قیامت لوای غدر، جنده و بیرق غدر در سورینش نصب میشه و از دور مردم میخوانند که این غدر فلانی است که در برابر فلانی کرده بود. گفتنی است با آنکه رئیس شورای عالی صلح افغانستان توسط پیام آور صلح طالبان به قتل رسید، اما دولت افغانستان هنوز هم برای ادامه این روند تاکید کرده و تلاش میکند که طالبان را از جنگ با دولت منصرف سازد. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان بالای افغانستان روابط حسنه میان دو کشور را تضعیف میکند. رئیس جمهور در نامه به نواز شریف نخست وزیر پاکستان همچنین از او خواسته تا هر چه زودتر مانع حملات راکتی به خاک افغانستان شود و از انجام حملات از این دست ابراز ناخرسندی کرده است. در این حال یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا خواستار عملیات نظامی علیه شبکه حقانی و طالبان مسلح در پاکستان شد. عزیز کریمی گزارش می‌دهد. پس از سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان، مقام‌های افغان نسبت به همکاری‌های صادقانه اسلام آباد با کابل ابراز خوشبینی کردند. خوشبینی‌ها بر این است تا پاکستان با قطع حملات راکتی به خاک افغانستان در روند مصالحه و گفتگو با طالبان افغانستان را یاری رساند. اما به نظر می‌رسد این خوشبینی‌ها هنوز با چالش‌های همراه است. رئیس جمهور حامد کرزی با ارسال نامه بن نواز شریف نخست وزیر پاکستان از او خواسته است تا هرچه زودتر مانع حملات راکتی به خاک افغانستان شود. به باور رئیس جمهور کرزی ادامه حملات راکتی بالای خاک افغانستان روابط حسنه میان دو کشور را تضعیف می کند. رئیس جمهور کرزی به آقای نواز شریف نوشته که از ادامه و انجام حملات پراگنده راکتی نگران است و خسارت جانی و مالی به میان آمده از این حملات او را دردمند ساخته است و باید این حملات هر چه زودتر توقف یابد. به نقل از سخنگوی ریاست جمهوری در این نامه همچنین آمده که رئیس جمهور کرزی در سالهای اخیر دست به هر گونه تلاش برای بهبود روابط میان دو طرف زده است و همچنان به بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد امیدوار هستند. اما ادامه حملات پراگنده راکتی بالای افغانستان سبب تغییر موضع افغانها شده و حساسیت برانگیز است. این نامه رئیس جمهور کرزی به نخست وزیر پاکستان درست پس از آن فرستاده شده که وزارت خارجه پاکستان سفیر افغانستان را به دلیل کشته شدن 5 تن در منطقه بلوچستان در نزدیکی خط دیورند از اثر شلیک گلوله سوی سربازان افغان احضار کرد. در این حال یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا خواستار عملیات نظامی علیه شبکه حقانی و طالبان در پاکستان شده است. جنرال جان ام کین در بیانیه به کمیسیون نیروهای نظامی مشران و جرگه کشورش همچنین خواستار باقی ماندن 20,000 نیروی آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان شده است. برای جلوگیری از تهدیدات و حملات مخالفان مسلح در افغانستان باید پناهگاه‌های شبکه حقانی و طالبان در خاک پاکستان هدف قرار گیرد.
این مقام سابق نظامی آمریکا از ناتو نیز خواسته است که تا سال 2020 همچنان نیروهای افغان را حمایت مالی کند، چرا که تا آن زمان حکومت افغانستان قادر به تمویل نیروهای نظامیش خواهد بود. خبرها ادامه دارد اما پس از وقفه کوتاه. خوش آمدین. والی بدخشان هشدار می‌دهد که طالبان در تبانی با سازمان استخباراتی پاکستان قصد گسترش نفوذ در بدخشان و از این طریق به آسیای میانه و چین را دارند. وی خواستار تسریح روند عملیات نظامی علیه طالبان در این والی سوری شده است. این در حال است که در تازه‌ترین درگیری روز گذشته میان نیروهای امنیتی و طالبان 20 سرباز پلیس و 3 فرمانده طالبان در منطقه وردوج کشته شدند. محمد قاسم نصراللهی گزارش می‌دهد. هرچند عملیات های گسترده از یک ماه به این سو در دره وردوج بدخشان ادامه دارد، اما به گفته این مقام های پلیس روستاهای باشند و سفیان هنوز هم در اختیار طالبان بوده و عملیات برای پاکسازی این روستاها به شدت ادامه دارد. در تازه ترین درگیری میان نیروهای امنیتی در همین روستا روز پنجشنبه 20 سرباز پلیس و 3 فرمانده طالبان کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. درگیری زمان آغاز شد که نیروهای پلیس قصد وارد شدن به باشند و احداث پایگاه نظامی را داشتند. از سوی دیگر والی بدخشان میگوید که طالبان در همکاری با سازمان استخباراتی پاکستان از اسفالت و قیریزی شاهرای ابریشم جلوگیری میکنند. وی میگوید این شاهرا آنچنان برای افغانستان حیاتی است که با وصل شدن آن به چین این کشور به یکی از بازارهای مهم در منطقه دسترسی پیدا میکند. اگر کسی در افغانستان خواسته باشد که حکومت را بدست بگیرد، باید عقیده باشد که با افغانستان خون افغان، افغانستان خون برادر خود، با سلاح، با زور، با خشونت حکومت را بدست بگیرد. این خواب است، این خیال است، این محال است. از سوی دیگر باشندگان ولایت بدخشان از این که دولت افغانستان در زمینه تامین امنیت و حل مشکلات مردم این ولایت کمتر توجه میکنند، شدیداً انتقاد میکنند. بدخشان و یا افغانستان ناآرام و ناامن است. اگر شما از خواب برخیزید، اگر شما با هم متحد باشید، اگر شما با راهی عزیزمان بروید و عرفهای آنها را به گوش داشته باشید، ایجگاه سرزمین افغانستان و ایش گوشه از افغانستان نمیگذارید که ناران باشد. بدخشان یک ولایت بسیار کوهستانی و پهناور است. این ولایت به دلیل داشتن مرز مشترک با 3 کشور چین، پاکستان و تاجیکستان اهمیت خاص استراتژیک برای افغانستان و منطقه دارد. چون اوضاع امنیت بدخشان بالای 9 ولایت شمال شرقی افغانستان تاثیرگذار است. رونالد نیومن سفیر پیشین آمریکا در افغانستان میگوید اگر در انتخابات آینده افغانستان دستکاری صورت گیرد، یک فاجعه در انتظار این کشور خواهد بود. این دیپلمات پیشین آمریکایی برای افغانستان همچنان برگزاری انتخابات آینده را برای افغانها سرنوشت ساز دانسته. میگوید آمریکا هیچ گونه مداخله در انتخابات نخواهد داشت. نذیر عظیم کریمی گزارش میدهد. با نزدیک شدن زمان انتخابات، محافل سیاسی در داخل و بیرون از افغانستان با دغدغه های متفاوت برگزاری انتخابات را به بحث گرفتند. این بار در واشنگتن یک دیپلمات ارشد آمریکایی یادآور شده است که برگزاری انتخابات برای افغانها سرنوشت ساز است. اما وی میگوید انتخابات باید در شفافیت و دور از هر نوع دستکاری برگزار شود. انتخابات آینده افغانستان برای مردم این کشور سرنوشت ساز است و در صورت هر گونه تخطی و عدم شفافیت آینده این کشور فاجعه بار خواهد بود. رونالد نیومن سفیر پیشین آمریکا در افغانستان می افزاید قدم های مثبت برای برگزاری انتخابات با تصویب قوانین و انتخابات اعضای کمیسیون گذاشته شده، اما برگزاری انتخابات نیاز به کار بیشتر دارد. همزمان با این دیپلمات سیاسی آمریکا می گوید امریکا هیچ گونه مداخله در انتخابات آینده افغان ها نخواهد کرد. امریکا در روند انتخابات افغانستان نقش رهبری نخواهد داشت و تنها مراقب این روند می باشد که انتخابات آینده به خوبی انجام شود. انتخابات افغانستان قرار است در ماه حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود. با
باشندگان ولایت قندهار هشدار می‌دهند در صورتی که مشکل برق این ولایت رفع نشود دست به تظاهرات خواهند زد. این هشدار پس از آن داده می‌شود که باشندگان قندهار در 48 ساعت تنها از 4 ساعت برق مستفید می‌شوند. مثلا شرکت برشنا نیز می‌گویند در رسانیدن برق کافی به باشندگان قندهار ناکام شدند. با وجود گذشت چندین سال از وعده‌های حکومت هنوز هم مردم قندهار با مشکلات نبود برق دست و پنجه نرم می کنند. 4 سال پیش به باشندگان ولایت قندهار وعده داده شد که توربین های جدید در بند کجکید نصب می شود که مشکل نبود برق قندهار را رفع می کند. اما تا کنون هیچ توربین در این بند نصب نشده است. از سوی هم 2 سال پیش وزیر انرژی و آب در سفر به قندهار وعده داد که در مدت 2 سال برق وارد شده ی کابل را به قندهار می رساند. و کنون باشندگان قندهار در 48 ساعت تنها 4 ساعت برق دارند و از این ناحیه با مشکلات جدی روبرو هستند. باشندگان قندهار میگویند دیگر به وعده های مسئولان اعتماد نمی کنند و اگر مشکل برقشان رفع نشود دست بر راه پیمایی ها خواهند زد. مر بیخی نرازی دادی برق در دقیقه چنی یک پا خوشحالی در لست کالی که را برق تی ماشینه انجی و دادی و دادی و دادی مر یه چی ندیلی دل که چی ری دی ما تا برق نزر کولی نو دقیقه خبری جو ما تش پنامه نکی در تش پنامه دور از کالی که زمور در خبر رو انجی. مسئولان شرکت برشنا نیز مشکلات را میپذیرند و میگویند که در رسانه در برق کامل به مردم قندهار ناکام ماندند. تر اوس پوری خلا یو امید بخشون که مفکوره ده عملا یک کار ندی شروع سوی برشنا شرکت سره چی زور سره په تماس کیم دوی دغه مقدمه نویسی یا مقدمه چینی کیی. ولایت قندهار در حال حاضر با 42 میگاوات برق دسترسی دارد که 30 میگاوات آن توسط دیزل جنراتورها تولید شده و 12 میگاوات از بند کجکی وارد این ولایت می شود. بنیاد خیریه خلیلزاد با بخش لیلیه دانشگاه کابل کمک های غذایی کرد. رئیس پوهنتون کابل می گوید این کمک ها می تواند بخش بزرگ از نیازهای دانشجویان در لیلیه این پوهنتون را تامین کند. با این حال زلمه خلیلزاد می گوید با وجود چالش ها در کشور حضور جوانان در دانشگاه ها این امید را بیشتر می سازد که آینده کشور بهتر از گذشته خواهد بود. نصرت پارسا گزارش می دهد. بنیاد خیریه خلیلزاد در ادامه کمک‌هایش این بار به سراغ دانشجویان دانشگاه کابل رفت. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که 2 سال پیش میان بنیاد خیریه خلیلزاد و دانشگاه کابل صورت گرفته بود، بنیاد خلیلزاد مقدار مواد غذایی را به بخش لیلیه دانشگاه کابل کمک کرد. رئیس دانشگاه کابل میگوید این کمک‌ها قابل قدر است. ما مشکور هستیم که جناب دکتر خلیلزاد بنیادشان در سمسر قبل لطف کردن. واقعاً ما در گذشته ها کمیت نسبت کمتری از جوانان از این کافتری ها استفاده می کردن. در سمسر قبل این کمیت به تا 720-750 نفر از 400 نفر ارتقا کرد. زلمه خلیلزاد که در جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه کابل صحبت می کرد از حضور جوانان در دانشگاه استقبال کرد و گفت که این جوانان امیدواری ها را نسبت به آینده بیشتر می سازند. دیدن از اینا در پوانتون و من امید میده که آینده افغانستان از گذشته بهتر خواهد بود و من خوشحال هستم که ما بتانیم از رای بنیاد یک کمک به این جوان ها بکنیم تا اینا توجه زیادتر خود بتانن به درسای خود و برای آماده ساختن خود برای ساختن آینده بهتر برای افغانستان صرف کنن. خلیلزاد در همین حال از گفتگوها با مسئولان دانشگاه کابل برای راه اندازی چند پروژه از سوی این بنیاد خبر داده میگوید این بنیاد در آینده نیز با دانشگاه کابل همکاریش را ادامه خواهد داد. اخبار اقتصادی پس از وقفه کوتاه. مسئولان اداره زراعت و مالداری در غزنی در تلاش گسترش کشت زعفران در این ولایتند. هرچند کشت زعفران بدیل کشت کوکنار در کشور خوانده شده و در این حال در غزنی کشت کوکنار نیز صفر است، با آن هم این مسئولان کشت زعفران را مناسب با محیط غزنی و مفید بر رشد اقتصادی زمینداران در این ولایت می‌دانند. زمینداران نیز خواهان ترویج کشت این نبات هستند. محمدالله مومن‌زاده از غزنی گزارش می‌دهد.
شماره از دهقین در غزنی پیاز زعفران را از ریاست زراعت این ولایت به گونه رایگان دریافت کردند. بر اساس گفته های آنان سالهای گذشته کشت این نبات را تجربه کردند و محصولات خوبی به دست آوردند. این زمینداران خواهان ترویج هرچی بیشتر این نباتند. انشالله مونگا غورشه آینده که طول خلق دوتا متوجه شید او دوتا زور ورکا او دا زیاد کا او دا بانده مقصد اغاو کا ایره ریاست زراعت امیدوارم که برای ما بیشتر مثلا دولت ریاست زراعت برای ما مثلا بیشتر کمک را در نظر بگیرم که ما بیتونیم میره مثلا ادامه بدیم. در این حال رئیس زراعت و مالداری غزنی میگوید در نظر دارند برای دراز مدت پیاز زعفران را برای بیشتر زمینداران این ولایت توزیع کنند و نیز برنامه آموزشی کشت این نبات را راه اندازی نمایند. برای اینا ما طرز کشت زعفران حاصلدهی و جمع‌آوریش در کتاب‌هایی که چاپ شده برایشان میتیم و مامورین محترم ترویج ما در ولسوالی‌ها امنایز اینا در قسمت فنیشان همکاری میکنند. به گفته رئیس زراعت غزنی دهقینی که قبلا کشت این نبات را تجربه کرده اند از هر جریب زمین تا 2 کیلوگرم زعفران محصول به دست آوردند که هر کیلوگرم آن تا $3,000 ارزش دارد. و حال وضعیت آب و هوا پس از وقفه کوتاه. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 13. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. و در اخیر قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. این بود سرویس خبری امشب. از توجه و امرایتان جهان سپاس. خدا نگهدار. شب خوش.